بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه درس گذشته دوباره آموزش رو آغاز میکنیم. درس گذشته ما قسمت مینوی انزرت میامدیم و از قسمت یک عکس انتخاب میکنیم. مثال میم از قسمت یک عکس انتخاب میکنیم، مثال اینی عکس باشه میگه. وقتی که عکس انتخاب میکنیم، یک مینو بنامه فرمه ظاهر میشه. خواهد قسمت مهم اول انتخاب میکنیم شوی تبس میکنم. در درس گذاشتیم دو قسمت رابتکس خوانده بودیم. این درس ما در قسمت هسته برینگ فاروارد یا سینگ بکوارد کنیم. وزیفه اینا چی هسته؟ اینا زمانی کار میدن ما میاییم از قسمت امزه در قسمت چی رسم میکنیم؟ یک شیبی رسم میکنیم. مثال میگیم از قسمت انتخاب میکنیم، یک کنسل میگیم، میاییم از قسمت میگیم یک شیبی انتخاب میکنیم. مثال به این شکل باشه. و دوباره ما میگیم یک شیپ دیگه به این شکل باشه. یعنی اینا رو اون شیپ دیگه چیست؟ در پوی سرش میباشه. اگر بخواهید در پیش روی بیاید بکنید کلیک کن. این دیگه پیش روی میباشه. اگر بلینگ فاروارد بکنید یعنی یکیش عقب میباشه که پیش روی میباشه. یعنی وزیفه به این شکل است. و بخش بعدی ما چی داریم؟ سلیکشن پن داریم. از قسمت سلیکشن پن شما میتونید شیپایتان یا عکستان چی کنید؟ هاید یا پنهان کنید. یک بار کلیک میکنید میگن این را پنهان میکنید، کلیک کامرا پنهان میکنن. اگر دیگه شم رو میشه کرد، اگر هاید آل تمام شد پنهان میکنن، شو آل تمام شد نشان میتن. دوباره انتخاب میکنیم در قسمت فرمت نهیم. ما یه چی داریم؟ قسمت الاگن داریم. یعنی این دفعه کاربرد داره. ما این شیپا رو دلیت میکنیم. یک عکس داریم شما این اندازه شد چی میکنیم؟ کوچک میکنیم. کنترل سی کپی کنترل وی و می شکل عکسی داریم شد چی میکنیم؟ کپیش هم میگیریم. میگیم این به این شکل باشه و این هم به این شکل. یعنی فعلا این چی هسته؟ مثال نامنظم هسته. کنترل عرصه شد چی میکنیم؟ انتخاب میکنیم. وقتی که قسمت الاگن دارین میگیم به طرف چی؟ در طرف چپ رو برابر کنیم. کلیک کن. به سمت چپ چی میکنم؟ خدا برابر میکنم. باز دوباره کنترل زد میگیم در این قسمت ما میگیم تا طرف مایبند سنتر خدا چی کنم؟ برابر دو کلیک کنم سنتر خدا برابر میکنم. باز دوباره کنترل زد میگیم یا طرف راست بگیم طرف راست برابر میکنم. یا از این قسمت ما میگیم طرف بالا کلیک کنم طرف بالا. این حال پس ما کنترل زد میگیم. دوباره ما از قسمت الایگن ما میگیم طرف میدل مایبن وسط کلیک کن در وسط ما رو چی میکنم؟ عکسای ما رو برابر میکنم. یا از این قسمت ما میگیم در چی باشه؟ در پایین کلیک کن در قسمت پایین برابرش میکنم. و از این قسمت هم دوباره ما دلیو به شکل هورزنتال هست و ورتیکال هست. هورزنتال بگیم متوجه باش یعنی این منظم میکنه. این قسمت ها سای کلیک کن وقتی کلیک کنیم خدا کمی منظم کن. پس دوباره کنترل زد میگیم میگیم این خوب به این شکل منظم کرد، این بار به این شکل منظم کرد، یعنی برابرش کم اینا را. وقتی کلیک کنیم در قسمت بین به شکل بیرون کال کنیم به این شکل این خود چی میکنم؟ برابر. پس دوباره کنترل زد میکنم پس برم بالا بود. یعنی وظیفه به این شکل باشه. و دوباره من یکش انتخاب میکنیم از قسمت فرمت از قسمت هم میتونیم اوتو پیج کلیک کنیم برابر هم میباشه. مثلا ما این را نزدیکتر کنیم متوجه باش یعنی خدا نمیچست کنم به یکی دیگر مقدر صحیح یعنی داخل خدا بورس ها کرد و داخلش میبره یعنی به این شکل یعنی تو داخل نبره بکنیم از این قسمت آمده ایدم تنظیم کنم میتونیم که از قسمت همه این وی گرادیت بکنیم در بکراون نشم یک دیزاین به این شکل میده اگر نتا بکنیم پس دوباره من این را سیکماشن میگیره و از قسمت همه وی گرادیت داریم اینجا هم کلک کنیم ما از این قسمت ها تکمار شد بانیم چقدر باشه تنظیمات های شد از اینجا ما ایره تعیین کنم میتونیم. و دیگه ما چی داریم اینجا؟ گروپ داریم. گروپ زمان فعال میشه شما چندین عکس یا دو تا شیپ چی کنین انتخاب کنین. فعلا هم زمان شما نمیتونین هر سه عکس چی کنین انتخاب بدین. فقط کنترل آبشار میتین عکس ها رو چی میکنین هر سه انتخاب میکنین گروپ چی میشه؟ فعال میشه. وقتی از اینجا به این گروپ بگین هر سه یک گروپ میشه همزمان شما میتونید انتخاب بکنید. اگر پس بخواید اینجا انتخاب میکنید اینجا چی میگین؟ ان گروپ. یعنی پس اینا به شکل جدا میشه. و دیگه ما چی داریم؟ رود داریم. رود یعنی مو چرخیدن هم میگن یعنی به این شکل فشار داده رو چی میکنن؟ عکستون رو میچرخونن. و از این قسمت ما بخش بعدی ما چی داریم؟ کراپ داریم. کراپ چی نمیگن؟ خطا کردن هم میگن. مثال ما میره در اینجا انتخاب میکنیم یک کم اندازش هم چی میکنیم؟ میرن؟ بزرگ میکنیم. در قسمت کراپ کلیک میکنیم این اینجا در چهار اطراف چی شد؟ نشونی آمد. یعنی کدام قسمت شما چی میکنیم؟ قطع میکنیم. میگیم این تا این قسمت شد. یعنی دو قسمت وقتی دوباره کلیک میکنیم کدام قسمت چی میکنم؟ قطع میکنم. دوباره پس کنترل زد میگیم.
با چی شکل قطع کنن؟ با شکل شیپ میگه، با این شکل کلک رو با شکل شیپ در شما قطع میکنن و دوباره من از قسمت پایینکیش ما چی کنم؟ میتونیم فاصلش از زیاد کم زیاد کنم میتونیم میگیم مثال هیچی کنم این از قسمت من میگیم این زیادتر با این شکل باشه این از قسمت ما تنگ کنم میتونیم پس دوباره کنترول زید میگیم قسمتا اگر پس سنتر بگیم با اون شکلی رو چی میکنم؟ قطع میکنم میایم از قسمت فرمت و بعد از ما اینجا چی کنیم؟ کراب داریم وقتی که فیل بگیم پس نمو شکل سابق اولش میرسه که در قسمت ما بیم فیل بگیم پس به شکل اول آمد اگر پس دوباره این تر کنم چی میکنه خدا؟ خطا میکنه یعنی باز هم میتونیم چی کنیم؟ تغییرات بینیم اگر فیل هم فیت هم بگیم اون شکل کوچک اوله چی رو میره یه هم وظیفه خراب خطا کردن بود که در قسمت وظیفه کن و دوباره ما از قسمت ما یک عکس دست میکنیم در قسمت ما میتونیم عکس رو چی کنیم؟ خرد و بزرگ کنیم که به شکل کالم خرد و بزرگ میکنیم یا به شکل رو که شما این از قسمت را اطراف شما شما دستی میتونیم میرم خرد و بزرگ کنیم دوباره ما این بخش انزل این بخش پیکچر بود اینجا ما چی داریم؟ آنلاین پیکچر یعنی اگر اینترنت داشته باشیم از طریق اینترنت هم ما میتونیم یک عکس بیاریم یک بار کلیک میکنیم فعلا اینجا چیز است اینترنت نداریم دیگه یعنی ما میتونیم آفلاین هم از اینجا هم چی کنیم یک عکس در اینجا بیاریم فقط انتخاب میکنیم در قسمت عکس میاد و یه هم تکراری است دیگه مینوهای تکراری که خوانده دوباره ما در قسمت انزد ما بعد هم چی داریم شیپ داریم گزینه اول با نام چی داریم ما تکست باکس داریم یعنی از طریق تکست باکس شما میتونید در هر قسمت تکست نوشته کنید مثال ما اگر بخوایم اینجا تکس نوشته کنم نمیتونم فعلا یا مثال یک لوگو را بیارین در اینجا مونده نمیتونید شما فقط در هر قسمت هم شما با کلیک چپ رسم کنین و هر چیز که نوشته کنین داخل نوشته کنم میتونید و در هر قسمت ما را بخوایم انتقال داده میتونید مثال میگم این دیگه گوش نباید یا در هر قسمت که بخواید میرا مونده میتونید مثال شما را که رسم کنین در قسمت یک مینو بنام چیز ظاهر میشه فرمت از این قسمت شما میتونید دیگه شیپورم چی کنید در پهلوش رسم کنید و دوباره در قسمت چی شما فرمت رسم کنید که از قسمت هم آمده تکس باکس مثلا من این یک تکس باکس هم رسم میکنم اونمو مینو چی هست فرمت از دیگه اگر مثلا شما این داخل از یک تکس نوشته کردین اگر بخواید این را ما پرنت کنیم در پرنت چهار اطراف چیش میه خطش میه صحیح اگر ما بیایم مثلا دیزاین در قسمت دیزاین میایم از قسمت چی میگیم کالر پیج اگر به این شکل رنگ بتیم حتی رنگ داخلیش هم نه اگر بخوایم رنگ داخلی تکس باکس نبه ما چی میگیم از اینجا؟ نو فیل و اگر چهار اطراف خط هم نبه میگیم چی؟ نو آوتلاین این حال که بعد از کنترل پی بگویم تنها هم تکس ما میه چهار اطراف خط و چیش نمه میشه تکس باکس ها بعضی تصدیق نامه ها را دیده باشین یک طرفش به شکل انگلیسی هستن و یک طرفش هم به شکل فارسی است یعنی از طریق تکس باکس میشه یعنی به این شکل رسم میکنن کنترل سی و کنترل وی دو دانش کنه یک شما میگه در این شکل در اینجا باشه ایران کوچک میگیره یعنی صفحه را به شکل چی میگیرن از قسمت دیده انتخاب میکنی به شکل میگه لندسکیپ باشه یعنی به این شکل که رفت میگه میایین در این قسمت دیده انتخاب میکنیم این کجا باشه اینجا باشه یعنی در این قسمت فارسیش نشته میکنم و یک تکس باکس دیگر هم چی میکنم کپیش هم میگیرم این هم میگه این اینجا باشه یعنی دو تا اکس باکس اینجا یک انگلیسی میشه میگه یک شم فارسی به این شکل میتونن تقسیم نما رو چی کنن در طریق اکس باکس جور کنن یا بعضی وارا که میبینین در این قسمت چی میکنن لوگو رو میارن شما چی میکنین از اینجا یعنی اینجا اکس باکس داره انتخاب میکنین میگیم لوگو رو در کجا میاریم مثال اول میگم میره رنگش از بین میبریم دوباره میگیم نو کالر مثال میگیم از قسمت فرمت میم دراپ تیبل این در قسمت میخوایم یک لوگو رو بیاریم با کلیک چپ رسم میکنیم داخل همی مونده ما میریم چی پیکچر میگیم لوگوی ما کدوم است اینی از کلیک کن به شکل لوگو ما یعنی اندازش میگیم به شکل تکست باکس ما رو اینجا چی میکنیم خرد میکنیم این حال ما هر جای بخوایم یک عکس انتقال داره میتونیم میگیم این در اینجا باشه لوگوی ما و اگر بخوایم چهار اطرافش هم باز بمون شکل از بین برده میتونیم که موقع اصلا زیاد نمیچرخم باز خودتون نیره عملی کار کنیم ما میایم در قسمت فرمت مثال در شیپ میایم انتخاب میکنیم از اینجا شما میتونید یک شیپ دیگه هم چیکنید رسم کنید مثال این شیپ رو خود رسم کردید میگین این از این شیپ هم میگم در این صفحه چیکنم رسم کنم به این شکل فکر از اینجا ما میتونیم اندازش خود رو بزرگ کنیم و دوباره شیپ انتخاب میکنیم شما اینجا ما چی داریم
ادیت شیپ داره، یعنی ایده ما میخوایم چی کنیم؟ تغییر بدیم، یعنی ادیت کنیم، چینج شیپ. بعد این شیپ میگیم کدام شیپ بیا اینی بیا کنیم، یا بعد چی میگونم؟ تبدیل میکنیم. یو از قسمت ماشی داره، ادیت پوینت داره، یعنی میخوایم دیگه فایل چی کنیم؟ تغییرات بیاریم، کلیک میکنیم، میگیم اینی سمتش از انتخاب میکنیم، میگیم این با این شکل باشه. خب ما اینو قاعده فال کنیم دوباره، من میگیم چی باشه؟ ادیت، یعنی میگیم اینو انتخاب میکنیم یک بار، میگیم این با کدام شکل باشه، مثلا به این شکل، یعنی به این شکل هم میتونیم بگیم یک تغییرات بده. یعنی چه قصه میرم میایم میرم پاک میکنیم، تمام شفاف میکنیم، با یک قسمت هم پاک میکنیم، خب اینم پاک میکنیم، میایم از قسمت چی میگیریم؟ یک شیپ میگیریم، میگیم مثال ویدیو با چه شکل هستن؟ خب این را ماوس ما چی کرد؟ یعنی ما از قسمت یک شیب میگیریم، این از قسمت میگیم به این شکل باشه، صحیح است؟ وقت دست میکنیم میگیم این نیچی طرف به شکل گولایی میباشی، از این قسمت چی میگیم ازد؟ و بعد از این جره انتخاب کردیم، من این جره چی میگیم؟ به این شکله، یعنی ما میتونیم چی کنیم قسمت شم؟ دیزاین بتیم، و من این قسمت هم انتخاب میکنیم، میگیم نیچ به چی شکل باشه؟ مثال ایش به این شکل، یعنی به این شکل شما دیزاین هم استفاده کرد میتونیم. دوباره من از قسمت دیگه ما چی داریم؟ تکست باکس داریم، میگه از این یمان تکست باکس هم میتونیم رسمی رو دراغ کنیم، و از این قسمت رنگ داخلی هاش هم میتونیم چی کنیم؟ تغییر بتیم، صحیح؟ هر رنگ ما بخواییم این به شکل گرافیکی رنگ ها میباشه. و از این قسمت دوباره انتخاب میکنیم، ما دیگه چی داریم؟ شیفیل رنگ داخلی را میگه، از این قسمت ما میتونیم هر رنگ بخواییم تغییر داره میتونیم، ببین؟ یعنی نو فیل بگیم بیخ رنگ تو چی میکنن؟ از بین میبرن. مور فیل کال هست، یعنی رنگ های بیشتر هست، کستوم دلخواه، از این هم دلخواه ما میتونیم یک رنگ را انتخاب کنیم. حتی ما میتونیم داخل شیب عکس خودم بانیم، در اینجا ما چی داریم؟ پیکچر کلیک میکنیم، ورک آف لاین، و در هر قسمت که عکس ما باشه انتخاب کنیم، به این شکل داخل شیب عکس ما باید. و دوباره میریم گرادنس، یعنی یک رنگ شما از اینجا انتخاب میکنیم، مثال این رنگ انتخاب میکنیم، بیاین در اینجا اون مخلوط شدگی رنگاش میباشه، ببینید هر رنگ شما انتخاب کردن از اینجا میتونیم مثال به این شکل باشه بریم. و به شکل تکستچر در این دیزاین ها ما میتونیم چی کنیم؟ استفاده کنیم، کلیک کنیم، اون دیزاین چی میشه؟ تبدیل میشه شیپ ما. یه مکمل بخش چی بود؟ شیپ فیل بود. و دیگه ما چی داریم؟ شیپ آوتلاین داریم. آوتلاین چی میگه؟ چهار اطراف شیپ میگه چی رنگ باشه؟ میگیم رنگ سرخ باشه، وقتی که ما نزدیکتر کنم این چهار اطراف رو ببین و این شکل سرخ میشه. نو آوتلاین بگوین بیخی چهار اطراف رو چی میکنن؟ املاین از بین میکنن. مور کالر بگوین از این رنگ های بهتر است انتخاب کنم، اون شکل تغییر میکنن اگر و پس من میگیم نه رنگ به این شکل باشه، اون رنگ تیستر است، ویلش ها چی خواه باشه، دبلیش یعنی کم زیاد چرا میتونم ببین به این شکل، یعنی به این شکل باشه هم بگیم انتخاب میکنیم. داشت به شکل چی باشه؟ نقطه نقطه، ببین چهار اطراف به این شکل هم میتونیم تغییر بدیم. و دیگه ما اینجا چی داریم؟ بنام عروف داره، وی چرا غیر فعال است؟ ما میایم این نتیجه تیرک ها انتخاب میکنیم، رسم میکنیم، فکر کن این تیر چی هست؟ یک طرف هست، این ما انتخاب میکنیم در قسمت فرمت، میایم میگیم چی شد؟ فعال شد نشد، یعنی این میگم کدام شکل باشه، دو طرفه باشه یا به این شکل شده داری متفاوت شد، میگم به این شکل کلیک کن به اون شکل تنکل میکنم. دوباره من از قسمت ما چی کنیم؟ شیپ افکت داره، یعنی از قسمت هم میتونیم به این شکل افکت ها بتیم، یا به این شکل باشه یا به این شکل باشه، کلیک کنیم اون شکل تغییر میتر، یا مثال میایم یک سایه داشته باشه، میگیم از قسمت ما میتونیم چی کنیم؟ انتخاب کنیم میبین سایه هاشه؟ یعنی از یک سایه می داشته باشه. و از قسمت بعدیش هم ما میتونیم چی کنیم؟ در پوری سر بگراند چی کنیم؟ سایه بدیم، کلیک اینجا چی کرد؟ اینجا سایه داشته باشه. و از قسمت هم ما به شکل بلور رو به از این سایل هم میتونیم بگیم تطبیق کنیم، یا من از قسمت به شکل تریدی باشه میگیم تاکه هر دوام شما انتخاب کنیم و مشکل تغییر میکنم، یا میگیم به شکل تریدی باشه و از قسمت هم میگیم این چی خزم باشه، یعنی چهار اطراف کنی شبیه بی تغییر میکنم، به مشکل ما از اینجا هم میتونیم میرم تغییرات برش وارد کنیم. و دیگه ما چی داریم؟ یک داخل شیپ میایم یک موضوع نشته میکنیم، من این شیپ کم نزدیکتر یعنی میارم این اکسس نوشته کردن، اگر بخواید این یک استایل بتن از اینجا میتونید داخل هم تکست کشم استایل نه نه یک چیز که نوشته کردن داخل تکستش یک استایل داده میتونید. اینجا چی داریم؟ تکست فیل داریم، یعنی رنگ داخلی اونم تکست چی رنگ باشه، مثال میگیم سرخ باشه، انتخاب کنیم رنگ سرخ شد، و رنگ بیرونیش هم میگیم چی باشه؟ سیاه. اینا رو نزدیک کنیم متوجه باش رنگ داخلیش هم سرخ است و رنگ بیرونیش هم سیاه به می شکل می باشه، یعنی دو رنگ با هم شد مخلوط. و از قسمت هم ما میتونیم یک سوایه داشته باشه، هر شکلی که بخواییم انتخاب کنیم
اون مشکل چی میکنه؟ اون بایگرانز و این سایت ها، یعنی به شکل تدیدی باشه هر قسم که بوده ما ایران میتونیم تغییرات بیاریم. و دیگه ما چی داریم اینجا؟ ایره زوم میشه کمتر دورتر میکنیم، ایره پاس نه ما قسمت لیاد میکنیم به شکل چی باشه صفحه ما؟ صفحه انتخاب میکنیم میکنیم به شکل پورترایت باشه. خب دیگه ما در قسمت شیپ انتخاب میکنیم، از قسمت ما چی داریم؟ فرمت. این هم خوب میدین، اینا رو تمامش انتخاب کرده، تمامش انتخاب کرده چی میگیم؟ دلیتش، بخاطر اینکه خوب تر یا میگیم کانترول این کنیم یک داکومنت جدید. از قسمت ما شما چی میکنیم؟ یک شیپ رسم میکنیم. وقتی که شیپ رسم کنیم دوباره ما در قسمت ما چی داشتیم؟ تکست سلکشن. مثلا یک موضوع نشته میکنیم میگیم چی باشه؟ نیم باشه. از اینجا انتخاب میکنیم اندازه چند باشه، مثال به این شکل اندازه داشته باشه. این اول بخواهی نگری را بچرخونید و ایش را کلیک کنید و شکل هورزونتال باشه یا 90 درجه بچرخه بگید. از قسمت شما میتونید تکس میتونید چی کنید؟ بچرخونید به این شکل ببینید. اگر پس دوباره بخواهید میگید به این شکل باشه یا به شکل هورزونتال باشه، ما میتونیم به این شکل تکس را بچرخونید. فعلا در قسمت سنتر است، اگر تاپ بگید دو طرف بالا میبره متنتون، در قسمت دل بگید در سنتر میاره. و اگر از قسمت شما میگید دوباره چی میگید؟ در قسمت رایگون تمام شده نشان میدم. و در قسمت الایگن تکست و رو من بطن بکنی در قسمت پایین چی میخواید نشان میدم. و بخش بعدی ما چی داریم؟ لنگ داریم. وظیفه لنگ چی هسته؟ یک شیپ دیگه هم شما من این در قسمت چی میکنیم؟ رسم میکنیم. این حال ما اگر در این یک موضوع نمیده کنم، اگر این شیپ پر شود این شیپ انتقال پیدا میکنه، یعنی فعلا کنم ارتباط نداره، این زمان ارتباط می پیدا میکنه که ما چی کنیم؟ این پاک میکنیم، راست کلیک میکنیم، در چی میگن؟ add text. این فال شد. این حال میایم در قسمت یک موضوع شما چی میکنیم؟ درج میکنیم. این حال فعلا هم در این نمیدم، شما کارسرتون رو در اینجا مونده، فقط در قسمت کلیت لینک کلیک میکنیم و بعد از رضی آمده یک بار چپ کلیک میکنیم. این حال خو میرم، این حال ما هر چه در اینجا رفته کنم از این پرشا در این رفتن میگیم، یعنی بی با هم شد دوشی با هم ارتباط پیدا کرد. این شکل بازی پیش هست. دوباره میایم در قسمت دیگه، اگر پس بریک بکنید ارتباط چی میکنه؟ قطع میکنه. اگر پس کلیک کنید چند از ها کنید پس با هم ارتباط پیدا میکنه. و این هم تکراریز دیگه، پوزیشن و کلام قسمت باشه، رپ تکس هست، برینگ فارورد، سینگ بکورد، تمام اینا رو ما را پیکچر خانده بودیم. دیگه پس دوباره چی میگیم؟ دلیت میگیم چی پاره از قسمت انتخاب کرده. و بخش بعدی ما در قسمت انزلت ما چی داریم؟ سمارت آر داریم. بازی را ما بعدا میخوریم. درست این روزی ما قسمت باشه.